سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با قسمت 168م فکر کنم از سری آموزشی بازی لیگ آف لژندز و این بار با ایتراکس. اتراکس میشنوید، ایتراکس میشنوید. تو مسابقات چون شنیدم ایتراکس، ما هم همون ایتراکس رو بهش میگیم، ولی خیلی میگن آتراکس، نه اون یکی دیگه نیست. ارزم به خدمتتون که پیش از اینکه شروع کنم، آیا میدونستید ما یک پلیلیستی توی کانال داریم به اسم گیم پلی و اونجا نه تنها گیم پلی های از بازی لیگ آف لژندز بلکه گیم پلی های از بازی های دیگه هم وجود داره؟ رزیدنت ایول، دد استپ، هورایزن، گیلد وارز 2 و غیره. نگفتم بگم ازم به حضورتون که همون اول پیش از اینکه اصلا شروع کنیم ابیلیتی ها رو بگیم، یک چیزی راجع بهش بگم. اگر دکمه های کنترل 5 رو بزنید، کنترل و 5 و همزمان، و یا در چت /g یا /toggle رو تایپ کنید، همون کنترل 5 راحت تره، متوجه یک چیزی میشید. اینجا را این نگاه کنید، یک چیزی شبیه بال منتها بنر پرچمه، منتها خب این بال میشه در میاد و خب باحال تر میشه. اینو گفتم گفته باشم. پیش از اینکه پسیوش رو بگم، اساسا مجبورم کیوش رو بگم. کیوش شامل سه قسمته. اولی رو که میزنه رنج بیشتر داره، دومی پهنای بیشتر، رنج کمتر، و آخری رنج تقریبا هیچی و یک محدوده رو میزنه. اگر دقت کرده باشید تمام اینها دو قسمتی هست، البته مانا که نداره، اصلا یکی از مزیت‌هاشه. اگه نگاه کنید دو قسمت داره، یک قسمت مستطیل این اول هست و یک قسمت مستطیل این انتها، و وقتی هم میزنی این توی ابیلیتیش مشخص هست که اون قسمت کوچکتر پررنگتر هست. اگه نگاه کنی مینیون رو ببینید، من کیو رو میزنم چقدر دمج میخوره؟ 76 تا. حالا اگه اینجا رو بزنم تو این محدوده، این بیخیال میشه توی این محدوده بزنم، این دمیج میشه 122 تا. و اگه دقت کنین یه کوچولو هم میپره بالا، نگاه کنین یه کوچولو هم میپره بالا، در صورتی که سب کنین، در صورتی که در حالت که این حالت نمون پرشر هم نداشت. خب پس این اولین نکته کیوش هست. کیوش کلن مددش اینطوریه و در جریان باشید که دمیجی که به مینیون ها میزنه نصف این دمیج هست، برعکس دبلیوش که دمیجی که به مینیون ها میزنه دو برابر هست، این نصف هست. حالا بریم سراغ پسیوش. پسیوش این هست که زمانی که دشمنی رو میزنه به اندازه 7% ماکسیموم دمیجش هلت دریافت میکنه، و این هلت نکته داره. این هلت زمانی که 20 ثانیه هم کولدان داره، و هر بار که مینیون ها رو با این بزنه، اگه این پسیو فعال باشه، به جای این هلتی که قراره 100% باشه 25% میشه. پس این خیلی مهمه که اولا که این وقتی این شارژ هست و هلت احتیاج دارین اصلا رو مینیون ها نزنین. دوما یک نکته دیگه که داره دقت کنین، این کولدانه رو حالا بردارم. نکته دیگه که داره، یک ذره قراره که چیز باشه، یعنی من اینو که بزنم وقتی این فعاله، یا کنیم یک ذره همچین چیزه، زمانی که اینها رو میزنید این کولدان این رو میخوام نشونتون بدم، نگاه کنید. به خاطر همین کیو رو اول گفتم. من الان میام اینو میزنم، رفت تو 18، میام دوباره اتک میزنم، 2 ثانیه کم میشه. میام اینجا کیو رو میزنم، باز هم 2 ثانیه کم میشه. اما اگه تو این قسمت این به این بخوره، به جای 2 ثانیه 4 ثانیه کولدان این میاد پایین. پس بجز این که اون کیوه زدن، این قرار دادن دشمن ها تو این قسمت خیلی مهمه برای دمج، راجب کولدانش هم هست. یعنی شما وقتی که این زدید این رو و این رو استفاده کنید، کولدان این هر دفعه که اینها توی محدوده باشن 4 ثانیه میاد پایین. یعنی اگه موفق بشید همه رو بزنید، تقریبا کولدانش رسیده به ابتدا. این وسط خب طبیعتا قرار نیست اینجوری استفاده بشه، شما از سایر ابیلیتیاتون هم استفاده میکنین و خب اونها هم باز هر کدوم 2 ثانیه در این رو میارن پایین، بس سریعتر اتفاق میفته. این چیزی هست که ایتراکس واقعا قویه، به شرطی که تمام اینها رو رعایت کنید، تمام ابیلیتیاتون به هدف بخوره.
تقریبا مسلح هست که اگر یک دونه کمبو کیوتون رو به صورت کامت اون محدوده روی یک نفر بزنید مرگش حتمیه، به خصوص اگه التیمیت هم داشته باشید. روی اسکویشی ها مثل ایدیسی ها اغلبشون کاملا حتمیه، یعنی این مید لین مثل ویگار و اینها باشه و اینایی که جونشون پایین استادن نازک نارنجی اسکویشی هن. همون کمبو کیوتون کافیه. این توضیح رو داشته باشید. حالا پس گفتیم این داستان سر چیزها، سر مینیون ها هیلینگش 25% میشه، دمیجش هم 55%، پس اصلا صلاح نیست که کیو رو به هیچ وجه روی مینیون ها بزنیم. نکته دیگه این که حالا میرسیم به دبلیوش. دبلیوش یکی از چیزهایی که سخت میکنه بازی باهاش رو، به خاطر اینکه نوعی اسکیل شات محسوب میشه. زمانی که این رو میزنید توی یک رنج یک چیزی شلیک میکنه، اگه به چمپیون دشمن نخوره هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین خیلی مهمه که این اتفاق بیفته. حالا چرا؟ چون زمانی که این به یک دشمن میخوره یک محدوده رو ایجاد میکنه و بعد از اینکه کولنش تمام شد اون دشمنی که این بهش خورده علاوه بر اینکه همون موقع یک دمیجی میخوره و 25% اسلو میشه، بعد از 1.5 ثانیه اگر از این محدوده خارج نشه که نسبتاً هم محدوده بزرگی هست، برمیگرده سر جاش. یعنی همونجوری اینم یه ذره کشیده میشه ولی این دقیقاً میاد توی مرکز این چیزه. پس اینم از این نهاد خیلی مهمه که حتماً به چمپیون دشمن بخوره. اما دمیجی که میزنه صرفاً به همون نفریه که میخوره، یعنی به بقیه اثری نمیکنه. دمیجش همونجوری که گفتم، این دمیج زمانی که به مینیون ها دمیجش دو برابر میشه. ولی واقعا چه کاریه؟ اشکال دیگه اینه که زمانی که این رو میزنید، خب این اگه مینیونی جلوش باشه به مینیون میخوره، همونجوری که گفتم آره به مینیون ها هم اثر میکنه. پس این هم یه نقطه ضعف بسیار وحشتناکیه و برای همین شما زمانی که با ایتراکس میخواین حمله کنین، بهترین موقع زمانی که بریم پشت مینیون های دشمن، مینیونی حداقل جلوتون و بین چمپیون دشمن و شما نباشه. بعدی ایش هست. ایش طرز یک دش کوچیکی میکنه، خیلی کوچیک، اما دو تا نکته بسیار مهم داره. پسیوش اینه که بهتون 20% ومپ میده، یعنی 20% لایف استیل میده که خودش خیلی خوبه، البته فقط علیه چمپیون ها. و اما این دش کوتاه رو اگه نگاه کنه خیلی کوتاهه، یعنی من از اینجا شروع کنم میام تا وسط این دیوار، اما نکتهش اینه که وقتی اینو بزنم از دیوار رد میشم. خب انتظار ندارم از این دیوار رد شم، ولی از این دیوار هم رد میشم. حالا نمیدونم باگ بوده چی بوده، تقریبا از اکثر دیوارها رد میشه به جز دیواری که دیگه خیلی زخیمه، ولی تقریبا اکثر دیوارها رو شما اینطوری میتونید پوشش بدین و ازشون رد بشین. فقط خب نکته اینه که مثل داستان کاتارینا کاملا باید به دیوار چسبیده باشین، یه مقداری تمرین میخواد. ولی خب حالا چند تا نکته فرعی. اول البته این وسط آر رو بگم. آرش اشک درارش آره، یعنی اگه آیا تمایل دارید اشک تیم مقابل رو در بیارید، آیا میخواید گریه بچه های نوجوان رو در بیارید، ایتراکس کارکتر مورد نیاز شماست. زمانی که آرش رو فعال میکنه 7-8-200 تا اتفاق میفته. اول از همه موومن اسپید میگیره، اینجا رو اینجا کنید یه موومن اسپیدی میگیره و این پایین زیر این لایف بارش یه خط توسی میاد که 10 ثانیه زمان داره. این تو این 10 ثانیه شما اتک اسپید، موومن اسپید میگیرید و تمام هیلینگ هایی که میگیرید، هم از هیلینگی که از این میگیرید هم از هیلینگی که از پسیوتون میگیرید، تمامش 30% افزایش پیدا میکنه. خب این خیلی وحشتناکه. این 60% مومن اسپیدی که میگیره طی این 10 ثانیه کم میشه. دوباره اگه نگاه کنید از 490 خورده شروع شد، همینجور هم میاد پایین. پس اولش خیلیه و بعد کم کم کمتر میشه. باز هم برای مومن اسپید داده 20% هم اتک دمیج دارید. خب این هم باز خیلیه. و از اون طرف یک نکته فرعی داره، اگر توی مینیون های دشمن باشید و این ابیلیتی رو بزنید، تمام مینیون هایی که توی این محدوده باشن فیر میشن، یعنی از شما فاصله میگیرن و چند ثانیه، یکی دو ثانیه کاریتون نمیتونن بکنن. پس شما کافی این رو بزنید، برید وسط دشمن و شروع کنید زدنشون. حالا خب همونجا که دیدید پس ایتراکس خیلی قویه به چند شرط. به شرط این که یک وقتی حمله میکنه مطمئن باشین که پسیوتون فعاله،
چون اول کار یک پسیف میزنید میره تو کولدان، همینجوری که دشمن رو میزنید دوباره فعال میشه، دشمن فکر میکنه شما رو میزنه و نمیتونه. دو، یک نکته راجع به ایتراکس هست، میگن اگر میخوای حمله کنی به هر حال حتما اون اولتیمیتت رو بزن. نکته بعدی این که ایتون اگرچه رنج بسیار کمی داره ولی تا جای ممکن نگهش دارید، به خاطر اینکه تقریبا ابزار فرار خاصی نداره به جز ای و دبلیوش، و دبلیوش رو اگه دشمن دیدید جانگلرش مثلا داره بهتون حمله میکنه، به جز البته اولتیمیت مسیحی که بهش هیچ اثر نمیکنه، سری میاد بیرون سرعت داره، دبلیوتون رو بهش بزنید. و باز هم تاکید میکنم اگه از این محدوده به هر شکلی بزنید، دش کنه فلش کنه، این اثر نمیکنه. پس تنها ابزار موثر شما اون ایه هست که میتونه دیوارها رد بشه، و به این ترتیب بهتره تا جای ممکن اگر مطمئن نیستین دشمن ها کجان ای رو نگه دارید و برای فرار ازش استفاده کنین، یا اگه برای همین استفاده میکنین. همونجور که دیدید کیوتون خیلی مهمه که به دشمن ها اثر کنه. حالا معمول چی کار میکنن؟ معمول اول کیو رو که میزنن خب طبیعتا رنج بعدی کم میشه، یعنی اگه نگاه کنین رنج کیو من اینجا میرسه، و اگر بخوام کیو بعدی رو بزنم رنجم ممکنه به این نرسه که نمیرسه معمولا. پس دو راه وجود داره، یا باید برم جلو یا کیو بعدیم رو اگه میخوام اینجوری بزنم این رو اگه کش کنم رنج این کم بیشتر میشه باز، ولی دقت بسیار میخواد که این تو این گوشه قرار بگیریم. یکی از قلقه های ایتراکس که خیلی از ایتراکس پلیر ها هم نمیدونن، ولی در نهایت شما مجبورید برای سومی حتما نزدیک اینا این نخورد، برای سومی حتما نزدیک بشید، این رو که زدید اینم بزنید، و بعد برای سومی میتونید اون وقت مثلا از کیوتون هم از ایتون هم استفاده کنید، فاصله رو کم کنید. نکته دیگه این که کیو رو بزنید و بعد دبلیو ای بزنید. دبلیو ای قبلا من یادمه که اگه در حالت عادی میزدید خب رنجش انقدر بود، دبلیو ای که میزدید این رنج افزایش پیدا میکنه همونطور که میبینید، به خاطر اینکه انیمیشن چی بگم رنجش یعنی زمان کستش اجرا میشه، برای همین وقتی میرید جلو تمام اینهایی که گفتم با فلش هم قابل انجامه، ولی خب فلش برای حمله خیلی مگه اینکه مطمئن باشید میکشید. و این رو برای کیوتون هم میتونید بزنید. یکی از بهترین راه حل هایی که میشه دشمن رو گول زد که کیو بهش بخوره اینه که شما در مینیون ها رو میزنید کیو رو بزنید و بعد ای رو بلافاصله بزنید که کیو بیاد روی دشمن بخوره. حالا من خیلی یواش زدم، اینجوری مثلا شما میزنید دبلیو حتما استفاده بشه که این نگهش داره که بهش نزدیک شد و بتونید سومین قسمت کیوتون رو بزنید. یکی از مصالح ترین کمبوهایی که داره واقعا کمبوه، و اون هم اوتو اتک ای اوتو اتک است، بخاطر اینکه انیمیشن اوتو اتکتون رو کنسل میکنه، یعنی خیلی سریعتر اتک دوم میشینه. خب این خیلی مهمه. یه نکته دیگه، خب طبیعتا یکی از بهترین کمبوهایی که داره بعد از اینکه کیوتون رو زدید این هست که چون میخوایم جزو بزنیم تمام کمبوهامون بخوره، اول کیو رو بزنیم و بعد کیو دوممون لند بشه و بعد ای و چیز رو بزنیم، دبلیو رو بزنیم که مطمئن شیم اینجا میمونه که سوم کیومون هم بخوره، و بعد هم اگر احیانا ایتون رو بتونید نگه دارین، دیدین دبلیوتون خوب سرعت عمل خیلی بالایی میخواد، ولی اگه دیدین این اتفاق افتاد به جنگ ای رو اون موقع بزنید، شما این رو زدید بعد کیو دوم رو میزنید، دبلیو رو میزنید، اوتو اتک ای اوتو اتک، و بعد یعنی مثلا کیو رو هم بعد بزنید یا طرف هم از من انتظار نداشته باشیم بزنید، و این بهترین کمبوش هست. این وسط اگر لازم بود که معمولا توصیه میکنم به خصوص اگر قرار دشمن رو بزنید، که چیزهایی که میگن اینه که شما کاری که میکنید صبر کنید تا جونتون به نصف برسه و بعد اولتیمیتتون رو بزنید که دشمن ها گول بخورن، و بعد اون موقع از چیزها استفاده کنید، از کیوتون استفاده کنید که میتونه به چند نفر هم بخوره، حداقل سعی کنید یکیشون تو اون محدوده نگه دارید.
این کل تیپوتریک های ایتوراکس هست، منطقه میگم مهمترینش اینه که شما حتی برای زدن، مثلا اگر من اینجا یک دامی هم داشته باشم، یک دامی اینجا هست البته، یک دامی اینجا باشه و من بخوام بهش کیوم رو بزنم، میتونید از اون ایه هم استفاده بکنید. یعنی اگه من این رو زدم بهش خورد، حالا اینجا ایم رو بزنم و بیام بقیه چیزها رو اینجا بزنم که مطمئن باشم که کمبون بهش میخوره. استفاده به موقع از این ایه برات به ثمر نشوندن کیوه خیلی مهمه و این دقیقا سرعت عملیه که خیلی ها لازم دارن داشته باشن برای این کار. و به هدف نشوندن تمام این کیو ها نه تنها دمیج شما رو افزایش میده، کولدان پسیوتون رو هم کم میکنه و تقریبا نامیرا میشه اگه موفق شید همه اینها رو درست بزنید. اما استفاده بجا و درست از ای و دبلیو برای اینکه دشمن به شما نتونه آسیب بزنه، شما بتونید بیشترین آسیب رو با کیوتون بزنید، خیلی مهمه. پس اصلا آسون نیست، به هیچ وجه، خیلی هم سخته بازی باهاش. این تمام چیزهایی که من راجع به ایتراکس به ذهنم میرسه. و راجع به درونز ها، اگرچه گفتم استاندارد رو خب اول هر ویدیو نشون، راجع به ایتراکس داستان بسته به دشمنتون فرق میکنه. شما یه موقع هست مثلا جلوتون دشمنی میبینید که فرار زیاد لازمه و به ایتون فقط متکی نمیشید، حتما فلش رو برمیدارید که معمولا مدوعده. ولی یه موقع هست میبینید نه، دشمنی مثلا یکی مثل فرض کنین اودیر موبیلیتی خاصی نداره، اگه بخواد فرار کنم شما به راحتی با دبلیوتون میتونید گیرش بندازیم، جنگلر و دشمن هم همینطور مثلا به هر دلیل، این چیز خاصی نداره که گیرتون بندازه مثلا ایولین و اینها، و ممکن حتی تشخیص بدین فلش رو لازم ندارین، به جاش ایگنایت مثلا بردارین. ولی معمول همون تلپورت و فلش بهترینش هست. با توجه به ابیلیتی هایی که دیدید، ایتراکس تلپورتش رو برای رسیدن، حالا نه ایتراکس، اکثر چمپیون های تاپ لین رو دیدم برای رسیدن به خط فارم استفاده میکنن. اگر دوستاتون توی این براش ها احیانا وارد کاشته بودن یا اینجاها، میتونین کمکشون کنین وقتی اختلاف لولتون با باتلین زیاده، به راحتی بیان اینجا و کیل بگیرین، یا اگه شما هم کیل رو نگیرید حداقلش اینه که تیمتون جلو میافته. متاسفانه بجز این داستان دیوارها خیلی چیز خاصی نداره، ولی واقعا از یک جایی به بعد نامیرا میشه با اون اولتیمیتش. و البته نه دیگه اونقدر خیلی احساس چیز نکنین، نه دیدین یو نه وسط پنششون، ولی ممکنه اگه جلو بیافتید این امکان هست. ایتراکس واقعا قویه، ولی همونجوری که گفتم اسکیل شات هم اگه بخواید واقعا قوی باشه، اگر نه هیچی، میرید این جلو اینو میزنید. آها یک نکته مهمه دیگه راجع به کیوش، بجز این که اون ناکتاپ کوچیک رو اینجا میگیرید، اگر تو این حاشیه این دمیج بخوره یک اتفاق دیگه هم میفته و اون اینه که هر اتکتون اینجا دیدین آخری 217 بود. حالا من اینها رو معمولی میزنم، این فقط خورد، اینم خورد، آخرش بازم 213 شد بخاطر اینکه دوتای آخر تو محدوده خورد. حالا اگه این رو رعایت نکنم، یعنی اینها رو اینطوری بزنم و این هم اینجوری بخوره، آخرین دمیج 135 تا خورد. علت اینه که هر دفعه که این تو این محدوده دشمن دمیج بخوره، دمیج بعدی 25% به دمیجش اضافه میشه وقتی این کار رو میکنید. این خیلی مهمه. یه باگ، نیمچه باگ کوچولوی راجع به ایتراکت هست. اینجا رو نگاه کنید، من میام پشتم به این دشمن کیو رو میزنم، ولی نگاه میام اینجا میزنم، ولی باز هم میخوره، اگرچه توی این محدوده دقیق نبوده، ولی باز هم این دمیجه رو میخوره. این تا یک ذره اون برتر از دشمن هم جواب میده. یعنی اگه اینجوری هم بزنم، گاهی وقتی این دمیجه میمونه خورد، بی اینجا ایتراکس بی اینجا، میبینین تقریبا پشت همه. اگه احیانا مثلا با یکی مثل یاسر طرف بودیم، میتونین وانوت کنین، دارین فرار میکنین و وقتی دنبالتون اومد دش کردید بهتون، یو کیو رو بزنین، حتی اگه در جهتش نباشین دمیجه احتمال اینکه بخوره هست. نه نه، من این ور دامیه بودم به وضوع. خب کلیاتی راجع به ایتراکس. ممنون از توجهتون. تا ویدیوهای بعدی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.